آین سنتی و مذهبی قالی شویان در مشهد اردهال یکی از کوهندترین مراسم های مذهبی شیعیان منطقه کاشان است که هر سال در دومین جمعه ماه مهر برگزار می شود. این آین یادآور رشادت های حضرت سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام است که با یاران وفادار خود در نبردی شجاعانه در مشهد اردهال به شهادت رسید. مردم منطقه فین پس از رسیدن به پیکر متحره ایشان با شستن آن در کنار جوی آب و حمل آن بر روی قالیچه دست باف به ازاداری پرداخته و این آین را به یادگار گذاشتند. همکارم در گزارش خود به روایت این موضوع پرداخته که با هم بینیم. دیروز آین سنتی و مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان با حضور گسترده مردم برگزار شد. این مراسم که به یاد شهادت حضرت سلطان علی ابن محمد باخر علیه السلام هر ساله در دومین جمعه ماه برگزار می شود با آین ازاداری و نمادین شستشوی قالی همراه بود. شرکت کنندگان با چوبهایی در دست قالی نمادین را به چشم بردند و آن را شستند. این رویداد که در یونسکو ثبت جهانی است امسال نیز با شور و شکوه فراوانی برگزار و مورد استقبال زائران و گردشگران قرار گرفت این آین به یاد شهادت حضرت سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام فرزند امام محمد باقر علیه السلام و رشادت های یاران ایشان در مقابل دشمنان اهل بیت علیهم السلام اجرا می شود مردم منطقه فین کاشان پس از اطلاع از شهادت این امامزاده عظیم و برای کمک به وی شتابان حرکت کردند اما دیر رسیدند پس از رسیدن به محل شهادت پیکر متحر او را بر روی قالیچه ای گذاشتند آن را قرص داده و به خاک سپردند این آین به شکل نمادین بازآفرینی لحظه است که یاران آن حضرت برای شستشوی قالی که به عنوان نماد پیکر ایشان محسوب می شود با دستانی که چوب در دست دارند به سوی چشمه حرکت می کنند. این مراسم که با آینهای سوگواری و عزاداری همراه است به مرور زمان به یک سنت ملی و مذهبی تبدیل شد و در سال 1396 به ثبت جهانی یونسکو رسید. قالی شویان نه تنها یک رویداد مذهبی است بلکه یکی از میراسهای فرهنگی و اجتماعی منطقه کاشان به شمار می آید. که هر ساله گردشگران و زائران بسیاری از نقاط مختلف کشور و حتی خارج از ایران را به خود جذب می کند. این آین نماد احترام و وفاداری مردم کاشان به اهل بیت علیه السلام است و به عنوان بخشی از هویت فرهنگی منطقه همچنان با شکوه برگزار می شود.